سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنج شنبه 15 مهر ماه ایرانی برابر با 7 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب از رسانه های متنوع، البته خارج از مطبوعات، چرا که امروز پنج شنبه به مناسبت شهادت امام 8 شیعیان امام رضا باز تعطیل رسمی بوده که البته من در برنامه دیشب اشاره کردم که گویا تعطیلات مستمر رو متصل به هم به مناسبت ایام مذهبی عمدتاً هر روز کشور رو در تعطیلی تازه فرو میبرد، کشوری بیمالیات و پرتعطیلات که طبیعتاً برخی از کارگزاران نظام که از تناسایی و عافیت طلبی متنعم هستند خیلی خوشحال به تعبیری خوشایندشان خواهد بود که در چنین سرزمین بیقانونی زندگی میکنند. خب برنامه امشب من عمدتاً طعم و طعم سیاست خارجه داره، از حوزه برجام تا سفر آقای امیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روسیه و دیدار با لاواروف که گویی یا نشانه هایی از پادرمیانی و هراس هیئت حاکمه جمهوری اسلامی رو از افزایش تنش در آذربایجان به نمایش میگذاشت و همینطور هشدار مقامات ایالات متحده امریکا نسبت به دیر حضور یافتن جمهوری اسلامی در مقوله مذاکرات احیای برجامی. در این رابطه مشخص آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا درباره فرصت محدود احیای برجام مجدد به جمهوری اسلامی هشدار داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا اظهار داشت که در گفتگو با سرگئی لاواروف همتای روس بار دیگر هشدار داد با توجه به اقدام ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خود فرصت محدود برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک مصون به برجام رو به اتمام است. وزیر خارجه امریکا در کنفرانس خبری در پاریس در حاشیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و در پاسخ به پرسشی در خصوص تماس تلفنیش با وزیر خارجه روسیه گفت بله، مذاکرات ما روی مسئله برجام متمرکز بود و فکر میکنم ایالات متحده و روسیه علاقه مشترکی در خصوص بازگشت متقابل واشنگتن و تهران به تعهدات در چارچوب برجام دارند. بلینکن با اشاره به اینکه روسیه در روند مذاکرات برجام مشارکت مهمی داشته اضافه کرد که ما در خصوص اجرای تعهدات آمریکا صحبت کردیم و اینکه ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز چنین اقداماتی رو انجام دهد. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، به دنبال خروج یک جانبه ایالات متحده امریکا یعنی شخص ترامپ از برجام، ایران نیز با عدول از تعهدات در چارچوب این توافق برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده بود. اوائل سال جاری مذاکرات احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم امریکا در وین برگزار شد، اما این مذاکرات به دنبال روی کار آمدن دولت رئیسی متوقف شده و هنوز مشخص نیست چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. علی ای حال وزیر خارجه امریکا در ادامه این کنفرانس خبری تصریح کرد که من به وزیر خارجه سرگئی لاواروف گوش زد کردم که فرصت برای احیای برجام محدود و محدودتر می شود و این در مورد علاقه ما نیز صدق می کند، چرا همان گونه که پیشتر گفتم اقدامات ایران در توسعه برنامه هسته‌ایش برخلاف تعهدات برجامی است. آنتونی بلینکن تأکید کرد که با توجه به این اقدامات ایران ما داریم به نقطه نزدیک و نزدیکتر می شویم که بازگشت صرف به مفاد و چارچوب‌های تعیین شده در برجام دیگر مزایای در نظر گرفته شده در آن توافق رو نخواهد داشت. خب این هشدارهای ایالات متحده امریکا در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفری که به روسیه داشته و البته الان که با شما صحبت میکنم گویا وارد لبنان شده، یک سفر فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای رو شروع کرده، اما به طور مشخص سفر ایشان به روسیه متوجه بسیاری از رسانه‌ها واقع شده بود. صدا و سیما هم خیلی اون رو پوشش داده بود که اتفاقا مایرم خیلی کوتاه یک
نظری بیاندازیم که ایشان در روسیه همراه با آقای جلالی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور ایستاده اند و سخنی در حول برجام میگویند. با هم میبینیم. عبداللهیان عزیز، مذاکرات خیلی مفصلی داشتید با آقای لاوروف و خیلی هم طولانی شد و طیف وسیعی از مباحث و موضوعات رو در بر میگرفت. اگه بخواید در جمع‌بندی راجع به دستاورد این سفر و مذاکراتتون توضیح بدید چه خواهید گفت؟ گفتگوهای من با آقای لاوروف چند بُعد داشت. گفتگوهای مفیدی رو با هم داشتیم. دوستان ما در طرف روس سوالاتی رو داشتن در خصوص نحوه بازگشت ایران به مذاکرات وین، نحوه همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که ما در این رابطه با هم توافق داشتیم و تأکید کردیم که جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، مرد مذاکره است، مرد عمل واقعی هست و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک در میز مذاکرات طرفهای مقابل ما به همه تعهداتشون برگردن و تردید نکنن، چنانچه همه طرفها به تعهداتشون پایبند باشن و قابل راستی آزمایی باشه این پایبندیشون به تعهدات. جمهوری اسلامی ایران پایبندی خودش رو همانطوری که در گذشته به تعهدات نشون داده در آینده هم به تعهدات نشان خواهد داد. خب گوشه ای از حضور و سفر آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه رو می دیدیم که در رابطه با برجام ایشان پس از هشدارهای آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا مبنی بر این که زمان برای جمهوری اسلامی رو به انتها هستش، ایشان گفته که خیلی سریع ما بر میگردیم به برجام. امیر عبداللهیان در نشست خبری با همتای روس خود در مسکو گفت که روند بررسی مذاکرات وین در دولت جدید ایران در حال اتمام و نهایی شدن است و به زودی گفتگوهای وین از سر گرفته می شود. اشاره کنم محضر شما بینندگان عزیز که تاکنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی رئیسی در انتخابات به درخواست تهران این مذاکرات متوقف شده و هنوزم از سر گرفته نشد. علی ای حال امیر عبداللهیان در ادامه نشست خبری در مسکو گفت با صدای بلند به طرفهای مقابل در مذاکرات میگوییم تا زمان اتمام بررسیهای ما و بازگشت ایران به میز مذاکره آنها نیز باید تصمیمات جدیدی بگیرند و اراده و نیت خود را برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات و انجام تعهداتشان نشان دهند تا ما آن را به عنوان یک نشانه مثبت در نظر بگیریم. این همان شیوه است که پیشتر هم گفته بودند که 10 میلیارد دلار رو گفتن فعلا شما آزاد کنید، شاید ما برگردیم. شیوه های محسن رضایی، شیوه های حسن عباسی، باجخواهانه، باجگیری، مثلا چند تا شهروند امریکایی رو برو با این دستگیر کنیم، بازداشت کنیم به اتهام جاسوسی و یک چند صد میلیون دلاری رو بگیریم و خرجمون رو اینجوری پیش ببریم که این خواست مشخص تئوریسین اقتصاد فدرالی آقای محسن رضایی بود که بارها شنیدیم گفته که ما میتونیم با به ازای هر 10 نفر بازداشت شهروندان امریکایی و به گروگان گرفتنشون به ازای هر 10 نفر 10 میلیون دلار اگر بگیریم، مثلا اینقدر مبلغ میلیارد دلار خواهد شد و با این شیوه میخواهند در جمهوری ولایت فقیه ملت ایران رو به تعبیری مدیریت کنند. علی ای حال پیش از این امیر عبداللهیان گفته بود که دولت امریکا برای نشان دادن حسن نیت بایستی 10 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران رو آزاد کند و این موضوع رو پالس مثبت برای بازگشت ایران به میز مذاکرات احیای برجام میدانست. در همین حال آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از او گفته که موضوعی که امیر عبداللهیان طرح کرد پیغامی برای آمریکایی ها نبود و بس این بوده که آمریکا باید نشان دهد که در روش و اقدام تغییر کرده. همزمان این در حالی است که یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان ضمن مخالفت با بحث آزاد شدن 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان شرط شروع مذاکرات احیای برجام گفت که ایران نمی‌تواند شروط دیگری تعیین کند. خب همه این ستیزها در حوزه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حالی است که خب مشاور امنیت ملی امریکا با مقامات اسرائیلی دیدار داشته و این پیش شرط‌ها رو رد کردند و به طور مشخص آقای سالیوان گفته که در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری روی میز فعال خواهد شد. همون هشدار همیشگی که
ترامپ در آستانه اجرای آن بود و گویی مردان جمهوری اسلامی با ادامه بحران سازی های از این دست در صدد آنند که از این فرصت به وجود آمده ی طیف دموکرات ها و بایدنی ها کماکان تلاش می کنند که مسیر هسته‌ای خود رو تا دستیابی به تسلیحات نظامی هسته‌ای پیش ببرند و این فرصت رو در حال سوزاندن هستند. تا جایی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید امریکا می گوید در صورت شکست دیپلماسی با ایران، ایالات متحده آماده است به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. بنابر بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید، جیک سالیوان در دیدار با ایال هولاتا همتای اسرائیلیش با تأکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت که امریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این دیدار گفت که در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن گزینه‌های دیگری را برای جلوگیری از دستیابی تهران به جنگ افزار هسته‌ای در نظر خواهد گرفت. بنابراین گزارش در این دیدار علاوه بر مقامات امنیتی، مسئولان بلند پایه نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دو کشور نیز حضور داشتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در اولین دیدار خود با آقای بنت نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که او برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در وهله نخست دیپلماسی را آزمایش خواهد کرد، اما اگر مذاکرات شکست بخورد او آماده بررسی گزینه‌های دیگری است. و اما تازه ترین تنش های مرزی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور همسایه آذربایجان لحظه به لحظه وارد فازهای تازه ای از تنش های غیر منتظره می شود، تا جایی که در تازه ترین گزارش ها پرواز باکو نخجوان با بسته شدن حریم هوایی ایران عملا به ارمنستان تغییر مسیر داد. و در این رابطه خوش شرکت خطوط هوایی جمهوری آذربایجان آزال خبر داد که تصمیم دارد از چهارشنبه 14 مهر که دیروز باشد به خاطر بسته شدن حریم هوایی ایران به روی هواپیماهای خود پروازهای باکو به نخجوان را از مسیر ارمنستان انجام دهد. به گزارش خبرگزاری توران مال جمهوری آذربایجان، شرکت خطوط هوایی این کشور با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این اقدام آمادگی قاطع جمهوری آذربایجان را برای رفع انسداد ارتباطات ترابری در منطقه و در تطابق با منافع همه کشورهای هم مرز نشان می‌دهد. توران در گزارش خود نوشت که رژیم تهران حریم هوایی خود را نه تنها برای هوانوردی نظامی آذربایجان، بلکه برای هوانوردی غیر نظامی نیز بست و بنابراین این دوستان و برادران شیعیان تصمیم گرفتند به جمهوری آذربایجان درس بدهند تا مجبور به ترک اصول خود شوند. به غایت طعنه و تیکه سنگین بود به جمهوری اسلامی ایران. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که جمهوری خودمختار نخجوان بخشی ناپیوسته از جمهوری آذربایجان است که برای رسیدن به آن از خاک اصلی جمهوری آذربایجان بایستی یا از خاک ایران یا از ارمنستان عبور کرد. علی حال ترابری هوایی بین خاک اصلی جمهوری آذربایجان و نخجوان سال هاست که به دلیل درگیری قره‌باغ متوقف شده بود و در تمام این مدت پروازها به نخجوان از طریق حریم هوایی ایران انجام می شد. اکنون با وجود ادامه تنش های سیاسی بین باکو و ایروان، مقامات آذری در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفتند به خاطر تنش جدیدی که با جمهوری اسلامی پیش آمده از مسیر ارمنستان استفاده کنند، که این تغییر سیاست قطعا یک رسوایی و شکست بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی ایران هست که در عدم سیاست سازی های مطلوب منطقه ای از یک سو با ضعف سنگین مواجه شده و امیر عبداللهیان رو به محضر پوتین و لاواروف میفرستد که آنها پادرمیانی کنند، اینجوری که معلوم هست. در بخش دوم
در خصوص مسائل منطقه‌ای گفتگو کردیم. موضوع اساسی که مورد بحث قرار گرفت یکی تحرکات بیگانگان، صهیونیست‌ها و حضور تروریست‌ها که در منطقه قفقاز جنوبی برای همسایگان خوب ما آذربایجان و ارمنستان داره دشواری‌هایی رو ایجاد می‌کنه و ادبیاتی به کار داره گرفته میشه در این منطقه توسط بعضی مقامات رسمی یا رسانه‌های این کشور که این ادبیات سازنده نیست و فقط کمک کننده به اهداف دشمنان منطقه است. چرا که آنها خیلی سکوت کرده اند و گویا آیت الله خامنه‌ای تا حدودی از در این رابطه مشخص که آذربایجان هیچ کوتاه نمی آید نگران هستند و آشفته شدند. از سوی دیگر با اتخاذ تصمیم‌های اینچنین شتاب زده می‌بینیم که مسیر ستیز رو بین دو کشور همسایه و تاریخی بیشتر می کند. همه اینها در حالی است که خبرهایم حکایت از آن داشت که آذربایجان در صدد خرید سلاح‌ها و موشک‌های جدید از کشور اسرائیل هستش. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در زمینه تنش جاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، باکو خرید سامانه‌های پدافند موشکی اروسه از اسرائیل رو بررسی می‌کند. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با روزنامه در تل آویو تأکید کرد که مقامات جمهوری آذربایجان در حال بررسی این امر هستند. به نوشته روزنامه اسرائیلی، در صورت انجام این معامله، سامانه‌های ارو 3 تازه‌ترین نوع جنگ افزار دفاعی است که از سوی اسرائیل به ارتش تحت فرمان باکو تحویل می‌شود. فعال کردن سامانه‌های موشک ضد موشک ارو 3 هزینه سنگینی می‌طلبد. بهای هر موشکی که از این سامانه برای شکار موشک دشمن شلیک شود 2,200,000 دلار است. این روزنامه اسرائیلی اشاره کرد که این واقعیت که مقام‌های آذری در حال بررسی خرید این سامانه‌ها هستند نشان دهنده تغییر منطقه‌ای در دیدگاه دفاعی است، به گونه‌ای که مستلزم گذار از حمله به قابلیت‌های ارتقا یافته دفاعی است. و در واپسین دقایق مایلم باز برگردم به ایران، به خبری اشاره کنم که یکی از مقامات عالی رتبه نظامی نزدیک آیت الله خامنه ای متاسفانه و شوربختانه مجدداً به مظاهر و مفاخر تاریخی ایران اهانتی آشکار کرد. همون گونه که میبینید سردار نقدی صریحاً به کوروش و حوزه‌های تمدنی ایران توهین کرده بود. محمد رضا نقدی در یادواره 450 شهید شهری با نام خدابنده گفت که همه داستان‌های دفاع مقدس، منظور جنگ 8 ساله، همانند افسانه است، با این تفاوت که همه آنها واقعی و رخ داده شده است. از این گذره فرضی اینگونه نتیجه گرفت که همه امور تاریخی عهد هخامنشیان و ساسانیان مثلا بر منهج باطل هستش. آقای نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه منطق شهدای ما کاملا متفاوت با منطق شاهان ظالم کشور بود، گفت که تاریخ نویسان مزدور که به سرویس های جاسوسی وابسته هستند تلاش می کنند تاریخ کشور ما رو تحریف کنند، تاریخ 8000 ساله ما رو به 2500 سال کاهش دادند. وی گفت منطق شاهان ظالم همانند منطق آمریکاست. تا وقتی زور دارید زور بگویید و هر زمان که زور ندارید تسلیم شوید. ایشان به طور مشخص به سلسله مفاخر پادشاهی ایران مثل عهد هخامنشی اشاره کرد و گفت که سلسله پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانتها رو در کشور کرد، بعد از افول قدرت کشور رو دو دستی تقدیم یونان کرد. از سوی دیگر ساسانیان هم بعد از افول قدرت کشور رو به مغول‌ها تقدیم کردند. ولی منطق شهدا این نیست. منطق شهدا ایستادگی در مقابل زور و ستم هست. ایشان در پایان گفت که افتخار میکنند که مسیرشان مسیر انبیا و امامان هستش. البته خب چندی است که مردان جمهوری اسلامی رسما مدلی از ایران ستیزی رو پیش میکنند، در حالی که در حال حاضر و با وجود تنش‌های مرزی اصولا نیازمند به تقویت مقاومت‌های ملی هستیم، در حالی که ضرورتا لازم هست که اون مؤلفه‌های ملی میهنی در جامعه ایران فربهتر
بازنمایی شود و تقویت شود، میبینیم که نظامیان از این دست که تاریخ گواهی خواهد داد چه بسا خود اون جاسوسان بزرگ خود اینها باشند و علیه ایران این گونه سخن میگویند، میبینیم که چنین بیمه ها با علیه فرهنگ و مفاخر ملی میهنی ایران از جمله سامانه پادشاهی هخامنشی که بنابر تاریخ مصرح و مطالعات موجود در جهان یکی از نظام های تمدن ساز بشری در دنیا بوده، میبینیم چنین با الفاظی حتی کانه علیه مفاخر و آموزه های ملی میهنی ایران ما سخن میگوید. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.